Мы бы хотели у вас спросить. Айни замон созмони шумо дар кадом сам той афзали однок дар Таджикистан корме кунат. Направлениями деятельности занимается в Таджикистане. Thank you. Well, as you know, the OSCE program office in Dushanbe has a new mandate. طوری میدونید ماموریت دفتری برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه از ماه ایول نو شد و بر اساس وکالت‌های نو ما سر همان مسئله‌های کار می‌کنیم که پیشتر کار می‌کردیم. دو تغییرات عمده را می‌خواستم ذکر کنم که اول تغییر نام نمایندگی است. اول اینکه ما قبلا نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه نام داشتیم. حالا دفتری برنامه های سازمان در دوشنبه. تغییرات دویم بستن پنج دفتری منطقوی است که ما در غرم و خوجند، کولاب، قرغان‌تپه و شهر توز داشتیم. هفته گذشته من با نمایندگان جامعه مدنی و بعضی سازمان های غیر حکومتی دیدار و گفتگو داشتم و همکاری با آنها را بررسی کردیم. می خواهم تأکید کنم برای دفتر ما بسیار مهم است روی هدف های کار کنیم که هم حکومت و هم جامعه مدنی با آنها موافقند. ما سری مسائل فراگیر امنیتی و رشد تاجیکستان کار می کنیم و این کاری ما موافق با استراتژی رشد ملی حکومت و دیگر استراتژی های رشد صورت می گیرد. یکی از کارهای مهمی که ما می کنیم کمک به تاجیکستان برای مبارزه با افرادگرایی و تروریسم، تأمین امنیت مرزها است. این دو مسئله البته مایه اصلی نگرانی حکومت و برای امنیت منطقه مهم است. در واقع در مسئله مبارزه با افرادگرایی خشونت بار که به تروریسم میرساند ما از سال 2010 کار میکنیم. ما به حکومت در تهیه طرح استراتژی این مبارزه یاری رساندیم که آن را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2016 تصویب کرد. می‌خواستم بگویم تاجیکستان می‌تواند افتخار کند که نخستین کشور در آسیای مرکزی شد که چنین استراتژی را قبول می‌کند. تغییر مقام دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا با ابتکار به واسطه خود سازمان صورت گرفت یا طلب دولت تاجیکستان بود؟ تاجیکستان کشوری میزبان دفتر ما است و به اندیشه من تاجیکستان یا هر کشوری دیگر میزبان میخواهد یا میتواند مقام سازمان را بازنگری کند. حادثه های ماه سپتامبر سال گذشته به مسئله بازنگری مقام تأثیر گذاشت و طلب بازنگری از طرف تاجیکستان آمد. ولی میخواهم تاکید کنم که این مسئله مشکل ساز نیست و ما با مقام نو همکاری خود را ادامه میدهیم. مقامات تاجیکستان مخالفان دولت را که در اروپا پناه یافتند تروریست می نامند. شما همین مسئله را البته با مقامات تاجیکستان بررسی کرده اید. به نظر شخصی شما آنها تروریستند؟ در واقع این مسئله چند دفعه در گفتگوها با مقامات تاجیکستان در اینجا در دوشنبه مطرح شد. مسئله اصلی تنش‌ها همین حضور بعضی از افراد یا گروه‌های منقد تاجیکستان در همایش حقوق بشر در شهر ورشو بود. اما من شخصا حق قضاوت درباره این گروه‌ها و افراد را ندارم که شخصا با آنها شناس نیستم. هرچند حکومت تاجیکستان این گروه‌های منقد دولت را تروریست می‌شمارد، ولی مسئله این است که بعضی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا مطمئن نشده‌اند که این گروه‌ها در واقع تروریست یا افرادگرا هستند. برای همین در این مسئله اختلاف نظر وجود داشت. من در وقت ملاقات با وزیر امور خارجه تاجیکستان گفتم که می توانم نظر تاجیکستان را در این زمینه به سازمان و دیگر اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا رسانم. به فکر شما اختلافات نظر سازمان با تاجیکستان کاملا رفع شده است یا هنوز مسائل مانده اند؟ می دانم که حکومت تاجیکستان می خواهد مکالمه درباره آنهایی را که در کشور به عنوان
تروریست شناخته شدند با سازمان امنیت و همکاری اروپا به خصوص دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر ادامه میدهد. از طرف ما همچون دفتر سازمان در دوشنبه ما همکاری خوبی را با حکومت براه مانده ایم و من باور دارم که این رابطه های ما دیگر خلل‌دار نمی شود. بعدی بستنی دفترهای شما در منطقه ها گفته می شد که 10 نفر از کارمندانتان بیکار ماندند. البته بستن دفترها پیامد منفی داشت و ما کارمندانمون را اختصار کردیم. ما از این افسوس می‌خوریم، ولی علاج نداشتیم. ما همه آنها را به دوشنبه آورده نمی توانستیم، زیرا بودجه ما اجازت نمی داد. در مجموع 45 نفر از جمله 3 کارمند بین المللی را اختصار کردیم.